در اون زمان آقای احمد نژاد و سمر هاشمی در عمل یک کارخانه پی اچ سازی در دکترا سازی در دانشگاه علم باز کردند که رفقای دوران جنگ رو به اینها دکترا میدادن از جمله آقای مهدی غزنفری وزیر تجارت، آقای علی اکبر مهرابیان وزیر معادن، آقای شیخ الاسلامی وزیر کار و آقای بهبهانی وزیر راه و ترابری که اینها هم اتفاقا تمایل بیشتری به آقای احمد نژاد دارن به خاطر اون نزدیکی که با ایشون دارن. پس عم... اتفاقا دارید دارید بخشی از اینها در واقع اعتبارشون مدیون آقای احمدی نژاد هستن، یک بخش, بخش دیگری اینها آدمهای خود سپاپاستاران هستند و به هیچ وجه مدیون سپاپا یعنی مدیون آقای احمد نژاد نیستن. اینها اشخاص مهم هستن مثل آقای احمد وحیدی مثل آقای نجار مثل آقای تقیپور عباسی انواری نامجو و غیره و غیره که بح... از جمله آقای کاظمی میر کاظمی که وزیر اسبق نفت بودن اینها های خود سپاه هستن که آقای احمد نجات سعی بر پاکسازی اونها در داخل خود دولت داره آقای اگه نکته در این باره دارید میشنویم و این پرسش که صحبت کردن از استانداری ها سپاه در استانداری ها چه نقشی داره اخیرا دعوایی رو در سر استانداری فارس در اخبار شاهد بودیم قبل از اینکه استانداری ها رو من بگم فرمایش دقیق آقای آلفونه رو من کامل کنم حلقه هایی که در درون سپاه وجود داره مثل حلقه خوزستانی ها که مال آقای محسن رضایی بود حلقه اصفهانی ها که مال آقای صفایی بود و حلقه های جدیدی که شکل گرفته یک نکته راجع به نکته دولت و سپاه بگم ببینید آقای احمدی نژاد به درستی گفتن آقای آلفونه که تلاش کرده بعضی از فرماندهان نظامی رو بخره ولی اونهایی که در درون سپاه ریشه بزرگتری داشتن مثل وزیر دفاع تسلیم این نشودن ولی یک نکته رو میخوام عرض بکنم تمام اون پاسدارها و فرمانده های سپاهی که به دولت آقای احمدی نژاد ملحق شدن در دعوای بین آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد همگی طرف آقای خامنه ای رو میگیرن چون میدونن که اگر آقای احمدی نژاد بره یک رئیس جمهور دیگه بیاد آقای خامنه ای هیچ مخالفتی نداره که آقای احمدی نژاد هم دولت رو بده دست سپاه هم تمام قراردادها رو بده سپاه هیچ مشکلی ندارن پس در این معادله تمامی فرماندهان سپاه طرف آقای خامنه ای گرفتن و حتی ما یک نمونه هم نداریم که یک نظامی طرف آقای احمدی نژاد بگیره اما در مورد استاندارا که شما گفتید فهرست استاندارها هم که ما نگاه میکنیم خیلی از استاندارهای کشور ما الان فرماندهان سپاه هستند مستاق خیلی مشخصش سردار محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی هست ایشون از سرداره با سابقه سپاس و مدت هاست که استاندار مهمترین استان کشور در شمال شرق کشور هست سردار مهدی سعادت استاندار گیلان از فرمانده های با سابقه سپاه و سرتیپ سپاه هست سردار ابو طالب شفقت استاندار خراسان شمالی ایشون هم از استاندارهای از فرمانده سپاه هست سردار عبدالمحمد رعوفی نجات که ایشون استاندار زنجان هست اصلا فرمانده لشکر بوده فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بوده سردار شادمانی استاندار قبلی همدان از فرمانده ارشد سپاه هست سردار همتی که یه مدت خراسان شمالی بود فرمانده های ارشد سپاه است. موقعی که ما این معادله رو نگاه میکنیم سطح پایین تر هم که می میبینیم خیلی از معاونین سیاسی استاندارها که مهمترین معاون هر استاندار هم معاون سیاسی امنیتیش هست خیلی از اونها فرماندهان ارشد سپاه هستند این در شرایطی که خیلی از این آقایون از منصب نظامیشون استعفا ندادن اگر استعفا میدادن مثل هر کجای دنیا میتونستن کار کنن مثلا سردار شادمانی که استاندار همدان بودن ایشون الان رئیس اداره اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح ایران است رسما هم در خبرگزاری ها اعلام شده چیز پنهانی نیست بله. خیلی مهمترین نکته در این هست که این آقایونی که این مسئولیت های دولتی رو میگیرن از مناسب نظامیشون فاصله نمیگیرن که هیچ کجای دنیا این سابقه نداره و ایراد کارم هم در همین هست کنه بود در این چند وقت که آقای جعفری گفت ما قراردادهای های زیر 100 میلیارد تومان نمیگیریم پروژه های کوچک و متوسط شما و سپاه به سمتش نمیره در حوزه اقتصاد بحثایی هست که سپاه بس از جنگ بیش از 7600 700 قرارداد انعقاد کرده چقدر نقش سپاه در واقع عمیق هست صحبت زیاد شده چه اطلاعات تازه و بعدی شما دارید در این حوزه ببینید روند نظامی شدن اقتصاد جمهوری اسلامی متاسفانه ادامه داره و خصوصا در لوای خصوصی سازی به این روند میگن روند خصوصی سازی و یعنی انتقال مالکیت شرکت های دولتی از بخش دولتی به بخش خصوصی متاسفانه در تعریف جمهوری اسلامی و در قاموس جدید نظام خصوصی سازی و, این این بحث سپاه این استش که بحث سپاه رو در عمل یک نوع بخش خصوصی میدونن ولی خب قطعا اینطور نیست این یک و دو اینکه هیچ رقابت درستی انجام نمیگیره در دادن پروژه های بزرگ کشور به شرکت های خصوصی یا شرکت های سپاه پس بزرگترین شرکتی که از این مسائل نفت میبره همون اون خاتم الانبیا سپاه پاسداران هستش و یک مسئله دیگه که به نظر من فوق العاده نگران کننده هستش نفوذ روزافزون سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی و ایران که به نظر من آینده ایران رو در مواجه خطرهای بزرگی میکنه و سیاست های بدی که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشه که خود اونها بحران ساز در عرصه بین المللی تحریم ها رو به وجود میاره و بعد از این که شرکت های خارجی تحریم شدن اجازه نداشتن در پروژه های نفتی و گاز ایران شرکت کنن همون پروژه ها واگذار میشه به سپاه پاسداران که این مشکل ساز برای آینده ایران آقای ویسی نقش سرداران در بخش اقتصاد چگونه است برشک شک اینا حتی پروژه مهمی که الان داشت صحبت میکنن این طرح هدفمندسازی یا حذف یارانه ها رو ظاهرا سپردن باز به سرداران سپاه درسته اصلا شدت گستردگی حضور سپاه در اقتصاد آقای ده قامپور بسیار بسیار وحشتناکه و علت وحشتناکی هم این هست که سپاه با تکیه بر سرنیزه وارد اقتصاد شده نه در یک رقابت برابر با سایر شرکت ها با تکیه بر پشتوانه سازمانیش وارد شده یک رقابت نابرابری گرفته تمام شرکت های بزرگ بخش خصوصی و شکست کرده برای که دقیق و با فکت فا... فا... صحبت کنیم سپاه پاسداران از طریق قرارگاه خاتم الانبیا وارد میشه که چهار تا قرارگاه زیر مجموعه داره قرب کربلا، قرب نو، قرب کوسر و قرب قائم ما در خیلی از وزارت ها می بینیم هم کارفرما که دولت هست فرمانده سپاس هم پیمانکار که باید کار رو انجام بده است. این در هیچ کجای دنیا وجود نداره کسی کار رو واگذار میکنه سپا باشه کسی هم کار رو انجام میده سپا باشه نمونه بگیریم در وزارت راه که علی نیکزاد فرمانده سپا اردبیل فرماندهش هست و وزیرش هست داره ادارهش میکنه قرارگاه کربلای سپاه چهار تا پروژه بزرگ الان داره چهار تا اصلی آزادراه قوم تهران مشهد هزار کیلومتر آزادراه با یک بحث بزرگ مالی به قرارگاه کربلا واگذار شده قطار سری و تهران مشهد به قرارگاه کربلا واگذار شده ساخت فرودگاه جدید بوشهر به قرارگاه کربلا وارد شده ساخت فرودگاه جدید اهواز به قرارگاه کربلا واگذار شده در وزارت نفت که وزیرش آقای میرکاظمی و از سپاه بوده ده میلیارد دلار پروژه وارد شده به سپاه داده شده ده میلیارد دلار به نرخی که امروز داریم با هم صحبت میکنیم دوازده هزار میلیارد تومان هست برای که ها و بیننده بدونن دوازده هزار میلیارد تومان دقیقا یعنی چی بودجه عمرانی ایران در دو سال پیش یازده هزار میلیارد تومان بود 18 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بود آخر سال 7 هزار میلیارد تومان برداشتن دادن بوده جاری بودجه عمرانی کشور کلش 11 هزار میلیارد تومان بود و سپاه فقط در پارس جنوبی و در نفت و گاز 10 میلیارد دلار 12 هزار میلیارد تومان قرارداد گرفته فازهای 15 و 16 پارس جنوبی رو گرفته خط لوله سراسری گاز و نفت رو گرفته 7500 کیلومتر خط انتقال نفت و گاز گرفته 5000 کیلومترش خط انتقال گاز هست 2500 کیلومترش خط انتقال نفت هست آی ریسی دعوای, دعوای بر سر خودروسازی سایپا اون ماجرا چیست؟ دقیقا ببینید در سایپا مدیر عامل سایپا فرمانده سپاه هست از فرماندهان اصلی سپاه هست مدیر عامل مترو تهران سردار حابیل درویش از مدیران سپاه است رئیس بنیاد جانبازان با 453 تا شرکت از سپاه است سایپا و ایران خود رو یک قلکه برای دولت مقدار زیادی پول در اون وجود داره و در راه های مختلف از جمله انتخابات میتونن هزینه کنن به همین دلیل اون رو رها نمیکنن آقای پوستین دوز مدیر گروه سایپا ایشون از فرمانده های سابق سپاه بوده عضو صنایع خودکفایی سپاه بوده سرتیپ اکبر قمخار مسئول گروه های توریستی و سیاحتی کشور در بخش خصوصی از فرمانده سپا بوده نکته که وجود داره اینه که سپا در ورودش با اتکاب سرنیزه بخش خصوصی رو ورشکست کرده کسانی که در صنعت صدسازی ایران هستند میدونن شرکت تابلیه افتخار بخش خصوصی صنعت صدسازی ایران بود به حدی قرارگاه های صدسازی به سپاسد صد و قرارگاه خاتم الانبیا داده شد که شرکت های بخش خصوصی از جمله شرکت تابلیه به مرز ورشکستگی رسیدن شرکتی که 4 پنج هزار نیرو داشت شرکت تابلیه الان به جای رسیده که برای تأمین معاش روزمرش علی. لودر و بولدزر میفروشه که بتونه شرکتشو نگه داره بحثی نیست که سپا با توانمندیش وارد اقتصاد بشه بحث این هست که با ورود به اقتصاد با تکیه بر سرنیزه بخش خصوصی ورشکست میشه و بخش خصوصی ورشکست بشه میزان بیکاری در کشور بالا میره دولت و حکومت پدر ملت باید پول خرج کنه که بخش خصوصی رونق بگیره نه اینکه فکر کنه کار رو به دولت به سپاه میده هلی. و میتونه از طریق واگذاری کار اقتصادی وفاداری رو از سپاه خریداری بکنه الفونی این روزا صحبت از مداخلات ایران در سوریه و بحرین آقای سلیمانی که خودش جزو لیست تحریم ها از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس اخیرا در سوم خرداد سالگرد آزادی خرمشهر گفته بود آنچه در مصر اتفاق افتاد یقینا در دیگر کشورهای عربی هم رخ خواهد داد نقش آقای سلیمانی شما مطالب متعددی در مورد شخصیت نمیشه چه نقش بازی میکنه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بله ببینید آقای سلیمانی خودش در نامه به آقای پتروس جنرال پتروس در عراق گفته بودش که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و افغانستان رو من اتخاذ میکنم این ادعای خود آقای سلیمانی بود البته من خودم بر این باور هستم که همون اون شورای فرماندهی سپاه پاسداران نمایندگانی در شورای عالی امنیت ملی داره از جمله آقای وحیدی از جمله آقای نجار و دیگران و حتی فیروزآبادی و دیگران که اینها اتخاذکننده کننده سیاست اصلی هستند و آقای سلیمانی ممکنه که به تدریج به یکی از تئوریسین ها نظریه پردازان تبدیل شده باشه ولی در اصل مجری سیاست های جمهوری اسلامی در کشورهای همجوار هستش آقای سلیمانی تفکر آقای محمد منتظری رو برس برده تفکر آقای محمد منتظری این مرحوم این بودش که برای اینکه دشمن در مرزهای ایران با ایران مبارزه نکنه باید مبارزه در خارج از مرزهای ایران شکل بگیره مثلا یکی از تئوریسین های بنیانگذار لبنان و حزب الله لبنان و اون نقشی که لبنان حزب الله لبنان امروز داره بازی میکنه همون آقای محمد منتظری بودن و بحث صدور انقلاب و اتفاقا همین تفکر رو ما پیش آقای نزد آقای سلیمانی هم میبینیم و ایشون به یکی از مجریان مهم و نظر پردازان این این قضیه تبدیل شده البته باید این رو هم خدمتتون عرض کنم که این تفکر بیشتر برای جمهوری اسلامی مشکل ساز شد و مشکل و دشمن تراش پس صدور انقلاب برای ایران فاجعه بار بود و تمامی همسایه های ایران رو بر علیه ایران متحد کرد و متاسفانه امروز هم همین رو ما می‌بینیم. آقای ویسی فرصت کوتاهی داریم به پایین برنامه در مورد نقش آقای سلیمانی و اینکه وزارت خارجه این وسط چه است؟ ببینید منم معتقدم سیاست خارجی ایران در پنج کشور در اختیار سپاس نه در اختیار وزارت خارجه عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و افغانستان در این پنج کشور سپاه هست که تصمیم گیره نه وزارت خارجه و استدلالی هم که میشه این هست که سپاه اشراف و نفوذ بیشتری داره از من هم بپرسید معتقدم سپاه نفوذ و اشراف بیشتری در این پنج کشور داره تا وزارت خارجه ولی سوال این هست آیا با صرف اینی که سپاه نفوذ و اشراف بیشتری داره باید وزارت خارجه رو تعطیل کرد دیپلمات‌ها رو به خونه فرستاد کار دست سپاه داد آیا به صرف اینکه که سپاه پیمانکار خوبیه دلی. باید اقتصاددانا رو تعطیل کرد و کار به داد در هیچ کجای دنیا به این شیوه عمل نمیشه تشکر میکنم از شما آقای مراد ویسی از شما سپاسگزارم آقای علی الفنه با آقای ویسی این برنامه رو دنبال خواهیم کرد دوشنبه هم در خدمتشون خواهیم بود به اتفاق آقای احسان سلطانی عضو اطلاعاتی پیشین سپاه پاسداران تا دوشنبه و افق دیگر و ادامه برنامه سرداران حکومت حکومت سرداران